همونطور که پارتیکل ها میتونن از بیهیویر ها به شکل خیلی خوبی استفاده بکنن، این قانون برای رپلیکیتور هم وجود داره. ما از بیهیویر هایی که اینجا هست میتونیم استفاده بکنیم و شاید یکی از مهمترینش خود بیهیویر و رپلیکیتور باشه به اسم سیکونس رپلیکیتور، چیزی که ما اینجا میبینیم. سیکونس رپلیکیتور ما توی شرایط عادی اگر شما پلی بکنید یا نگاه بکنید به تصویر ممکنه بگید خب اتفاقی نیفتاد، اما اگر شما اینجا رو نگاه بکنید یه پارامتر دارید که میتونید اد بکنید: روتیشن، کالر، اپاسیتی، اسکیل و پوزیشن. مثلا من اینجا اپاسیتی رو اد میکنم و اپاسیتی رو میارم پایین، مثلا حالا صفر شاید یه خود زیاد کم باشه، 10. حالا اگر من پلی رو بزنم همونطور که شما میبینید در طول زمانی که دارم این اپاسیتی اعمال میشه و توی این رپلیکیتور حرکت میکنه. من حالا میتونم اگه خواستم زمانش کمتر کنم، اینو میتونم مثلا به جای 200 ثانیه بکنمش 40 فریم، بیت به نظر بخوام به جای 200 فریم بکنم 50 فریم و حالا به تبع این خیلی سریع تر اتفاق میفته. شاید مگه رپلیکیتورمون رو عوض بکنم یه خورده راحت تر باشه دیدن این اتفاقاتی که ما اینجا داریم. من یه لاینش میکنم که ما بتونیم یه خورده راحت تر ببینیم این چیزهایی رو که اینجا اتفاق میفته. فکر میکنم همون لاین بهترین حالتش باشه. روی صفر بذارم پوینتسشم، مثلا 8 و روتیشنش هم میذارم روی 0 تا بتونیم راحت تر تأثیر این بیهیویر رو ببینیم. شما همونطور که میبینید این بیهیویر از یک نقطه شروع میکنه به تأثیر گذاشتن روی رپلیکیتور تا انتهای رپلیکیتور. به طور مثال اینجا ما سیکونسینگ 2 داریم که از اول رپلیکیتور شروع میشه میره تا آخرش. اگه من سیکونسینگ فرام بذارم دقیقا برعکس اتفاق میفته، یعنی از به جای اینکه از با اپاسیتی 100 شروع بشن برم اپاسیتی 10، از اپاسیتی 10 شروع میشن میرم اپاسیتی 100. ما یه ثرو داریم که توی این سیکونس این اتفاق میفته، یعنی همونطور که شما میبینید اینطوری نیست که از یه جا شروع بشه یه جا تمام بشه یا از یه جا یه اتفاقی بیفته و به یه جا ختم میشه. این اتفاق حرکت میکنه توی طول رپلیکیتور ما. ترو اینورتد داریم که برعکس تروه، همونطور که شما نگاه میکنین اتفاق به صورت عکس میفته. تفاوتش مثل فرق تو و فرام هست. و کاستوم که شما حالا میتونید اینجا به عنوان یه سورس انیمیشن رو میتونید براش استفاده بکنید. نکته دیگه که اینجا هست، شما میتونید اسپرد رو زیاد بکنید و حالا مگه این وسط باشم میشه راحت تر دید، عرض جایی رو که این تأثیر داره انجام میشه رو بیشتر میکنه. همونطور که شما میبینید الان از اینجا داره تأثیر میذاره تا اینجاها تقریبا، من وقتی یک بکنمش خیلی اندازش کوچیکتر میشه، مثلا روی اینقدر جا تأثیر میذاره. خیلی تأثیر اتفاق رو نرمتر میکنه بعضی جا. لوپ شما اینی که از اینجا شروع میشه تا اینجا، اگر لوپ رو دو بکنید دوباره این اتفاق میفته. یعنی من همونطور که شما اینجا میبینید توی این زمان به جای اینکه یه بار این اتفاق بیفته دوبار اتفاق میفته. آخرش هم نوشته hold که یعنی نگهش دار، warp wrap که دوباره برش گردون و حالا ping pong که از انتها دوباره برگرد به ابتدا. hold رو همونطور که شما میبینین میره به انتها و همونجا وای میسته، یعنی وقتی تموم میشه برمیگرده سر جایی که بود. اگر من پینگ پونگش بکنم، البته زمانش خیلی کمه، میره تا انتها و برمیگرده عقب. البته لوپ ما چون روی یکه خیلی راحت دیده نمیشه اتفاقا، اگر من رو دو بذارم شاید خیلی راحت تر مشخص بشه. همون که شما میبینید میره برمیگرده، این حالت پینگ پونگه. و اگر روی هولد بذاریم که خب نگه میداره آخرین اتفاق رو، که حالا اینجا مثلا همینه،
و اگر روی رپ هم بذاریم که این اتفاق میفته. برمیگرده از اول. شاید شما میگه خب خیلی شبیه هولده، ولی حالا شاید توی این تصویر عین هول دیده بشه، اما کار تقریبا نزدیکی به هول رو انجام میده. شما همین کار رو برای مگه اینجا ریموو بکنم اپاسیتی، اپاسیتی رو برای روتیشن، برای کالر، برای اسکیل و برای پوزیشنتون هم میتونید انجام بدید. یعنی مثلا بگید در طول سیکونس اتفاقی که داره میفته اینها بزرگتر بشن، پوزیشنشون جابجا بشه، مثلا بیان بالاتر. خب شما همینطور که اینجا میبینید مثلا اسپرید الان اینجا خیلی به درد میخوره و خیلی نرمتر میکنه این اتفاق رو. من لوپ رو کمتر میکنم، اسپرید رو بیشتر میکنم تا ما یه خورده اتفاق رو به صورت نرمتری داشته باشیم. اسکیل رو هم حالا مثلا میارم روی 130، رنگمون هم میکنم یه چیز کامل متضاد که خیلی راحت قابل دیدن باشه. همونطور که شما اینجا بینید تمام اون تغییراتی که من دادم به صورت سیکونس دارن اجرا میشن، یعنی دونه به دونه این تغییرات تو تک تک این چیزهایی که رپلیکیت شدن دارن اعمال میشن. خب این بیهیویر سیکونس ریپلیکیتور یکی از مهمترین بیهیویر هاست، اما تو درس بعدی با چند تا بیهیویر خیلی مهم دیگه هم آشنا میشیم.